امروز چند تا کاره؟ خفن میخوایم با هم دیگه روی ناردی انجام بدیم. حتما متوجه این شدین. یه پالتی که قرار روی سقفش باشه. کلاً امروز میخوام کارهای سقفش رو انجام بدم. توی مرحله اول میخوام زاپاسا رو بذارم روی سقف. ولی نه مثل قبل. همه جای کارگاه زاپاس افتاده. زاپاسا رو این شکلی میخوام بذارم. هر چند تا زاپاسی که دارم میخوام بذارم روی سقف آردی. احتمالاً یه پایه مخصوص باید براشون جوش بدیم. بریم تو کارش. بعدش هم نوبت به این پالت میرسه که بهتون میگم میخوام چیکارش کنم. یه خورده آهن اینجا داریم که ازش میخوام استفاده کنم. پایه استند این شکلی درست کنم و لاستیکارو بتونیم اینجوری بذاریم داخلش. حالا فکر کنم این تقریباً مناسبه. نیاز به متر دارم. پس بریم تو کارش. اوه شیت، استیل برش شکسته بود، من باش بریدم. دقیقاً این استندی که من می‌خوام درست کنم این شکلیه که البته برعکس فرض کنید، یعنی که این کفش رو به زمینه. این شکلی قرار لاستیک نگه داره. حالا مترش باید بکنم چقدر این طول؟ تقریباً 38 تا. اینجا یه دونه پروفیل هست دقیقاً 40 تا است. به کارمون میاد. این از یکی، این از دوبامی، این دوتا میخوره اول اینجا. فعلا دوتا تک خال زدم تا ببینیم چی میشه. اصلا سایزش میزونه، همش با تک خال نگه بدم. دوست های کار اینجا خورد. این از شاسیمون که الان داریمش. خب میخوام یه تست بزنیم. این میفته اینجا، اول این لاستیک میخوره روش که حس میکنم میخورده، بعد از هم دیگه بازتر بشن که این بیاد اینجا. اندازه‌مون اشتباه بود، اندازه درست بود، اشتباه جوش اشتباه. این پروفیلر رو باید داخل کارش میدارم به خاطر این تک خال داریم که الان راحت میتونیم اینجا داشت کنیم از هم. اوکی از اول یه تست دیگه بزنیم. حالا شد، رفت داخل تر. اوکی فقط محکمش کنیم جوشامونه. سینه ذوب شد. خنک‌کاری کار درستی نیست ولی حال میده. حالا این پایه که درست کردیم و بعد چهار تا پایه کوچولو براش درست کنیم که جوشش بدیم به دیفیوزر. چهار تا پایه‌اش احتمالاً اینجا و اینجا می‌خوره. این برقش 1.5 و امکان جوش دادن بهمون میده. برق این پروفیلا هم که استفاده کردم دقیقاً 1.5. 12 تا باید ببریم که البته این مترم نصفش نیست. یه دونه‌شو که ببریم بقیه‌شو با اندازه‌مون در میاریم. این از برق مینی فرز. چقدر سخت کارای جوشکاری و این داستانا. واقعا اینا که جوشکاران دمشون گرم، خیلی کار سختی. هم که باید بشینی هی بلنشی، بعد دو اینکه هی سیم جا بجا کنی بیاری و اینا، هم که شارژی نیستن فعلا. چند تا شد این اندازش؟ این 12 تا اندازش. بعد من 30 گرفتم تا 42 میشه 12. من نمیدونم اندازش درسته یا نه، ولی خب 4 تا ازش میبریم. دو تا 12 تا میبریم، دو تا 15 تا، اینجوری شیبدار میشه، خیلی باحال. یه 15 تا. اینم دو تا 15. بریم برای جوشکاری. دو تا بلنده رو سمت چیز میندازم، سمت لوله میندازم این شکلی، و اون کوتاه رو جلو. من میگم جوشکاری سخته، تازه من بعد از این همه سال تمرین و قطع ساختم تازه یکم یاد گرفتم جوشی بزنم که یه خورده مونده گاهی. این کابلا رو 3-4 ساله، شاید بیشتر، شاید 7-8 سال اینا هست.
توی جوشکاری صداش خیلی مهمه. باید صداش سیب زمینی سرخ کرده بده. اینو یه نفر بهم گفت، ما یاد گرفتیم. حالا یکیش به صداش گوش کنیم. اینجوری که سوت میکشه یعنی سوراخ شده بهتر. باید آمپر وقتی زیادی زوب میکنه آمپر دستگاهش رو پایین تر. پروفیل بعدی شبیه میز نارخوری شده. اینجاش که این شکلی شده داغ میکنه بعد این زوب میشه. حالا خنکش کنیم. دو تا کابل جدید باید براش بگیرم. بریم برای نصب. بریم بالا ببینیم اصلا چیکار کردیم. البته همینجا هم میتونیم تست کنیم. لاستیکو نگه میداریم. بله 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 بله. خب دیگه این اوکی، فقط باید بالا بر رنگ بشه. حالا اونو دیگه انجام میدیم رنگ کردنش. چقدر سبکه. نمیخواد اینجا. باید جای دقیقش رو در بیاریم که بهتر عقبتر باشه چون باید جلوش کار داره. البته راه هم بهمون نمیده. بیشتر از اینجا نداره. برای اینکه عقب بیاریمش. خب این اینجا باید بخوره. جوشکاری در شرایط سخت. وقتی میخواین روی ماشین جوشکاری انجام بدین بهتر بس منفی و مثبت باتریتون رو در بیارید. میگم منفی ولی دوتاشو در بیارید که باتری نداره. الکتر جدید. خب یه طرفش تقریبا جوش شد. بریم برای اون سمتش. اینی که من گفتم آردی زامبی کشی دقیقا ناحق نبوده چون که رنگ این خوب نمیچسبه، جوش نمیخوره. بعد اینجوری بزنیم تا رنگش بلند شه. خب اینم از این و کامل دیگه جوش شد. حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که دستگاه جوش خاموش کنیم. اینو در بیاریم، اینو برداریم. حالا ولی یکی لاستیک رو بریم بالا. این از این، این از دومی. اوف کم بلند شد شاسی، بلند شد راید نداره. انقدر لاستیک دارم همه رو بذاریم داخل اینجا. سومی، چهارمی لاستیک خالیه. بچه اگه لایکش نکنید ویدیو رو اصلا لایکش کنید و چنل رو به دوستاتون معرفی کنید. این یکی دیگه جا داره. این از بخش اول ویدیومون. توی بخش دوم این پالته رو باید ببندیم بعد بهتون میگم کجا. بله مشاهده کردید که این شیشه ترکی چون که مواد جوش افتاده بود روش، شیشه داره صدا میده. صداشو براتون بگیرم. صدا شیشه شکسته است. اینم وضعیت شیشه از داخل ماشینه. چه ماشین گنده ای شده. البته اینا رو باید ترتمیز ببندیم، بشوریمشون، مشکی بشن، خیلی خاکی و کثیفن. بعد یه فاصله بینشون باشه. اوکی میشه. این پالت رو باید پیچش کنیم به سقف. خب حالا روش یه سری وسایل میاد. در کل پیچ کردن این زیاد سخت نیست چون که احتیاج به جوشکاری و اینا نداره. همونجوری که دیفیوزر میفیوزر اینا رو بستیم اینا میبندیم. برای مثال چه اتفاقی میفته؟ میتونیم روش بشکه بذاریم یا کپسوله گاز و اینا. بعد اینا وقتی که همشون رنگ منگاش اوکی بشه یه چیز جنگیه به قالیه. خب این جاش الان تقریبا اینجا اوکیه. وسط مسدیش هم اوکی میکنیم. چهار تا پیچ بهش میزنم. اساسه که میاد بالا. اینا یکم بال نیستن. اینا تعدادش کمه، زیاده. اینجوری باید باشه این لاستیکا. آموزه یکم فشارشون بدم. بذار من اینو درست کنم. خب تقریبا گیر شدن. اوکی. این از لاستیکا. حالا میمونه این. نیاز به یه همچین ورقی داریم. خب که این بخوره اینجا و نگرش داره. خودش هم سنگی نگرش میداره. پیچه هم داره تموم میشه. خیلی هم فاصله تا شهر زیاده. امیدوارم که برسونیم فقط. شیشه عقبه همی داره صدا میده شکسته. این برش کنده شد. یه بار دیگه بزنم. داریم برای مرحله های بعد. تقریبا سفت محکمه. کاری که میخوام انجام بدم این دوتا کپسول رو اینجا بذاریم کنار اینجا، یعنی دقیقا اینجا باشه، روی اینجا نباشه، کنار باشه. خب ولی یه مشکلی هست، من دستنم و این کار نیاز داره که یکی دو نفر کمکت باشه. به خاطر همین میذارمشون این گوشه بالا. اون دوتا رو یکی اینجا دارم، یکی هم اونجاست. مال اون پیکانه بود و بعد میبندمشون. چند کیلو هر کدوم اینا؟ وضعیت سنگینه. خب آخ آخ اینا مشکی بشن چه سمی بشه. وای یکیش نایس. اوف چیکار می‌کنیم با خودمون؟ چون اینا درز این چوب است بسنشون راحت نیست. با دو تا تسمه نازک هم می‌تونیم ببندیمش که فقط تکون نخوره. من توی کارگاه هیچی پیدا نکردم که بتونیم اینا رو ببندیم. فعلا همینجا نگارش می‌داریم ولی توی این مرحله بعد رنگشون کنیم. بعد رنگش هم بهت میگم چه رنگ مشتی می‌خوام بزنم. باش نمیاردیمشون پایینا دوباره دهن هم سرویس می‌برمش بالا. مثلا همینجا رنگش کنیم. بو بالکن.
رنگی که میخوام استفاده کنم فعلا مشی مات، بعد روش لایه طلایی میزنم که اونم بهتون میگم دقیقاً چه برنامه‌ای دارم. یه پشه رو اینجا نشسته شکست. لامصب مشکی ما چی؟ به هر چی میزنی خوشگل میشه. البته توی کار منه. توی کار من فقط مشکی جواب. سبک من. این از یه دونش. اونا خوش میشن که البته خوش شدن، خیلی زود خوش میشه. اسپری یه اسپری جدیدی که برای من اومده گولد، نمیدونیم چه شکلیه، واقعا گولده. واه عجیب رنگ و نگاه ببینید توی نور مشخص شد، دقیقا رنگ اون چوب است و خیلی متالیکه. این رنگ رو میخوام بزنم داخلش، میخوام از این استفاده کنم برای رنگ کردنش. حالا بهتون میگم این داستانش چیه تا خودتون قشنگ میبینید. تو از اینا بذاریم روی اینجا یکم سخته، البته خب چاره دیگه هم نداریم. در حال حاضری که من اینجا هیچ امکاناتی نیست که بخوام چیز مشکی درست کنم، رنگ کوه همینجوری پودر طلا انگار داره پخش میشه رو هوا. خب این از این برش من باش بزنم. باکس اینجاش داغون شد. اوه چه باحال این رنگه، میبینی اکلینی شده، اصلا اکلینی هم داره تو هوا پخش میشه اگه نکنید. چه باحال، تا دست هست دیگه چرا از ابزار استفاده کرد. بیا اینم از این دو تا خط بردم گرد و غبار متالیکشون. یه دونه باتری هم اینجا می‌ذاریم. اینا رو بعد برام ابزار بیارم همه رو ببندم، ترتمیز کنم. می‌تونیم به جاش از این 4 لیتری هم استفاده کنیم. اینا رو رنگ کنیم اینجوری بذاریم دونه دونه کنار هم. البته اینا رو بعد رنگ کنیم، دراشون هم ببندیم تا پر باشن که سنگین نشون بده. ولی این شکلی خیلی باحالن اینا. اینجا چند تا 20 لیتری هم بیاریم. چه سقف شد. سقف و بار من برای اینه، نه. نه برای اینکه خالی باشه همیشه. خداسا اینجا بخور دوستا اون بره. این دو تا هم بخور اینجا. البته این کپسول کوچیک‌تره. یه دونه دیگه هم می‌تونیم بذاریم. من به جاش این باتری رو می‌ذارم. هنوزم جا داریم. باشه خورده پالت میواد جلوتر. اینم ولی جوری جا بدیم که نمیشه واقعا. باید پر بشن، آب بسته بشن. توی اینجا آبزون بهش نشون بدم. توی اینجا یه فضای خالیه که میشه آدم خوابیدن. آب بزرگه. عشان یه دونه 20 لیتری میشه انداخ این بالا. ببینم اون 20 لیتری خالی برشتم بیارمش. اصل جنسو پیدا کردم. اوف. خب این کجا باید بذاریم؟ بسیم جلو بذاریمش. آره دیگه اینو باید بذاریم. این چند تا رو باید بردارم. اینو از جلو بفرستیمش بره داخل. اگه تمیز بشه یه چیز مشتی میشه. مثلا این رو برای خنی ساختنش. منبع آب سیاره. وای 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 چه چیز سم میشه. هنوز هم جا هست برای وسیله. حالا شد دیگه قشنگ فیت فیلمای سینمایی آخر زمانی شده دیگه. دیدید دیگه چه شکلی هست فیلمای آخر زمانی. اوکی بزنم چه شکلی شد. چه چیز سم باحالی شد. خیلی باحاله. حالا یه حرکت دیگه میخوام بزنم ببینم چیزی پیدا میکنم ازش استفاده کنم برای این قضیه. آه خیلی سقفش باحاله. پر قشنگ. یه چند تا لوله موله و شرنگ و اینا این شکلی از اینا بزنیم، این شکلی بیاریم از اون منبع اینجوری بزنیم شروع خلوقش بریم. یه چند تا از این لوله ها پیدا کردم ببینم اینا رو میشه استفاده کرد. خب اینو میکنیم داخل اینجا. شکست دوباره چیز خزی شد. این طرف هم این بخوره. بعد میرفتم شلنگ میگرفتم برای این کار، ولی هم تایمشو ندارم، همین که رام دوره تا برم بگیرم الان باید یه تومن یهو پول شلنگ بدیم. میگم چیز خرید. اینا اگه ما بتونیم بکنیم داخل این هنر کردیم. این 4 لیتری مال لیتری زیاد برای من نیستن، وگرنه که اینا رو رنگ میکردیم و میبستیمشون سفت و محکم. البته میگم برام خورده تناب و بست و اینا دارم بیارمشون از خونه. حرفه‌ای مشغولش میشیم. تنابی با تناب باید ببندیمشون که چش باشه. فندک ندارم داغشون. یه شلنگ دیگه پیدا کردم، شلنگ خودمه. چه ارتفاعی گرفته ماشینه رو کنم. بال شده آخر زمانیه. این پیچه رو باید باز کنیم بزنیم داخل. سنگین شده. این مهندس هایی که میان مثلا کامت میذارن داداش سنگینش کردی ماشین رو فشار بخورن که هر روز داره ماشین سنگین تر میشه. و من هم مشکلی با این قضیه ندارم، اما ما مشکل این پیچه رو داشتیم. این اگه باز کنیم که داره باز میشه
همه چی حل میشه. اوه چه فیت و میزون. من اینو جاگذاریش کنم اینجا. اینو از تو اینجا رد کردم. اینا میندازیم پشت. اوکی باحال شد. فقط اینجا شکل اینجوری باید باشه. دیگه حوصله پیچ باز کردن نداره. تو مینیم ها حالا شد. خدایش این یکی اساسیش بسون شلنگ داشتن. خب اینا میره این پشت. حالا شد. جیز قواسی مشکی شده کم رنگش کنم اینجا رو 100% هم نمیخوام رنگ بشه، میخوام حالت کثیف داشته باشه، چون اگه 100% رنگ بشه انگار مثلا جزوی از این ماشینه، این چوب و این تشکیلات. خیلی فشار رو من خیلی یهویی انجام دادم، توی 2-3 ساعت همه این کار رو انجام شد. معمولا پست‌های من همیشه بازه، یعنی مثلا 2-3 روز طول میکشه تا پست تموم بشه، این تو 2-3 ساعت تموم شد. اما توی مرحله بعدی چند تا کار داریم، یکی اینکه جفت چرخش رو اوکی کنیم، ولی البته همینجوری، یعنی چرخ بذارم کنارش که هم عکس مکس بگیریم خوشگل باشه برای تامنیل، و اینکه یه دستمالی بهش بکشم ظاهرش رو نگاه کنیم ببینیم چجوریه، چون دورش خیلی نامرتبه. یه دونه چرخ، اینم اون یکی چرخش، چه رخی داره بغل. این ماشین سمیه که شما میبینید که حاجیتون ساخته، الان دیگه تقریبا کامل شد. اینم از این نماش، سقفش خیلی باحال شد، قشنگ دیگه معرکه شد، قشنگ دیگه ایلمای آخر زمانیه. حد فاصله زمانی که از توی پارکینگ در اومد تا زمانی که شد این آردی، یه آردی معمولی بود از توی پارکینگ در اومد و شد این آردی، حد فاصلش 2 روزه. تو 2 روز دوباره شد آردی معمولی. خیلی کثیف ماشین، یعنی این ماشین اینجا تمیز بشه نیستا، خوشو گردرنگ اومدن. با کی بریم با این فیلم بازی کنیم؟ ماشینمون اوکی شد، سوار بازی کنیم. آینش هم تو پارکینگ فکر کنم شکست داره. یا خدا کسافت. بچه دو نظرتون در مورد این ماشین چیه؟ از 1 تا 10 بهش چند میدید؟ توی استایل خودش ها، نه مقایسش کنیم مثلا با پورشه و بنز و اینا، توی استایل خودش. ولی اون تانکر سفیده اون بالا اگه مثلا تیره تر بود کثیف تر بود خیلی مثلا باحال تر میشد، البته زنگ زده به خودش داشت، ولی خداییش رخی گرفته، خیلی باحال شده ماشین. ماشین آخر زمان دیگه. رو بالمالش هم میشه یه سری حرکت ها انجام داد، شلوغ پلوغش کرد، الان اوکیه دیگه. اینا نهای پشت ماشینه که اون چرخ ها اینا رو گذاشتیم. فقط چیزی کم داره، میدونید چی بود داستان؟ کاش که این پالته بزرگتر بود، این وسایلی که ما درست کردیم جلوتر میومد. الان نگاه کن مثلا اینجا میومد تا اینجا، بعد جوری شیشه جلوش خیلی، حتی میتونیم تور هم الان بکشیم روی شیشه جلوش، خیلی خفن میکنه. ولی کاش این اتفاق میافتاد. این همه وسیله رو که گذاشتیم جلوی ماشین، ارتفاع ماشین یه خورده چیزتر شده، ارتفاع ماشین یه خورده اومده پایینتر، ماشین کف خوابتر شده. ولی خب این روح ماشینه. شاید اونجوری که باید من سر حال و سر کیف نبودم، خودتون هم دلشو میدونید، ولی سعی کردم که یه حرکتی روی ماشین بزنیم دوباره. خلاصه حتما ویدیو رو لایکش میکنید و برای دوستاتون بفرستید. برای دوستاتون بفرستید و بگید یه ماشین زامبی کشیه، ما باش زامبی میکشیم، شب میبریمش بیرون باش مردم رو میکشیم. خلاصه که مرسی که حمایت کردید، این ماشین رو ساختیم و اینا، با کمترین امکانات اینا رو درست کردم. میتونستم حالا مثلا بعضیا میان میگن که وا اینجوری کن اونجوری کن، اینو اینجوری میکردی اون اونجوری میکردی، فین همه اینا رو من بلدم، بیشتر از خیلی ها من بلدم. یکی اینکه امکانات نیست، یکی اینکه وقت نیست، که ارزش نداره. اینکه مثلا روی این ماشین کار کنی بعد زرتی هم دوباره ببرش پارکینگ و دوباره بیاری جمعا رو بعد باز کنی، به خاطر این هیچ معلوم نیست توش. ما هم همینجوری فعلا وسایل گذاشتیم، یه تم باحال چیز بده به ماشین. اینم از این. خلاصه که لایکش کنید، برای دوستاتون بفرستید. چاکریم، خدافظ.